ختم جلسه را اعلام می‌کنم. پایان کار مجلس دهم. مجلسی که به نظر بعضی کارکرد یک مجلس را نداشت. دیدم که باز کار نمی‌کنه. چرا اینجوره؟ شاهد آن هم استقبال کم رای دهندگان از انتخابات مجلس 11. اما به واقع یک عملکرد مجلس دهم را نمیتوان نادیده گرفت. کلنجار رفتن با کابینه دولت، موضوعی که شاید حسن روحانی را نگران مجلس آینده در یک سال باقی مانده ریاست جمهوریش کرده. و انشاءالله در مجلس آینده که هفته آینده کار خودش را آغاز میکنه و شروع میکنه، ما انشاءالله همکاری نزدیکتری رو آرزو میکنیم. این که حالا تو ذهن مردم است که این مجلس از کدام جناح است، این دولت از کدام جناح است، اینا فرعیات مسئله است. اینا آقای روحانی دومین رئیس جمهور ایران بود که برای پاسخ به نمایندگان به مجلس فراخوانده شد. بار اول محمود احمدی نژاد که این جلسه پرسش و پاسخش حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت. کاخ سفید فکر نکنه از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود. بدون از پایان جلسه امروز به شدت اندوهبار خواهد شد. چون پایان این جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت، بین دو قوه و قوه قضاییه. آقای روحانی اما از این ترفند برای رهایی از حمله نمایندگان استفاده کرد. اما ترفندش به کار نیامد و نمایندگان 5 سوال مطرح کردند که از 4 پاسخ قانع نشدند. نتیجه هیچ. اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نمایندگان اجازه سوال از رئیس جمهوری و وزرا و در پی آن استیضای وزیران را می‌دهد. اصلی که ظاهراً محبوب نمایندگان مجلس دهم بود. 38 طرح استیضای وزرا را به مجلس ارائه دادند. وضعیت نامناسب معیشتی مردم، گرانی‌های اخیر، سوء مدیریت. آخرین قربانی این استیضاها مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی بود. مجلس به او رأی عدم اعتماد داد. منی که اینجا هستم از 25 سالگی معاون وزیر صنعت کشور بودم. علی ربیعی وزیر پیشین کار و سخنگوی فعلی دولت هم در مجلس دهم استیضاح شد. یه ساختمونی ارزشش 3 میلیارد تومان اجاره کرده 2 میلیارد تومان. مجلس به او رأی عدم اعتماد. اما 4 وزیر دیگر ظاهراً به قدری نسبت به رأی اعتماد مجلس ناامید بودند که قبل از جلسه استیضای مجلس استعفا کردند. از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که 2 بار از استیضای مجلس 9 جان سالم به در برد، ولی سرانجام برای بار 3 ترجیح داد در جایگاه پاسخ دهنده مجلس 10 قرار نگیرد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که بیشتر با این ویدیو را میشناسیم، در استیضای اول رأی اعتماد گرفت ولی دفعه دوم خود کناره گیری کرد. محمد شریعت مداری وزیر صنعت هم استعفا را به استیضا ترجیح داد، چرا که بعد از استعفا به عنوان وزیر کار و تعاون معرفی شد. آخه همیشه هر دفعه وزیر آموزششون سوال مالی میپرسن. حالا یه مقدارم سوال محمد بتایی وزیر آموزش پرورش که اینجا کنار فرزندش از هم دل استیضا رو نداشت و قبل از فراخوانی به مجلس استعفا کرد. حالا آقای روحانی امیدوار است مجلس 11 چندان دل و دماغ استیضا و سوال از وزرای کابینه اش را در این یک سال باقی مانده از کار دولت نداشته باشد. اگه اجازه بدی من این ماسکم بردارم به شرطی که دوستان اینجا نیاید. به خصوص آنکه با توجه به یک دستی ترکیب این دوره به نظر میرسد مجلس 11 چندان سر سازگاری با این دولت نداشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.